محبوبه سراج فعال حقوق زن برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. خانم سراج سلام بر شما، سپاسگزارم از حضورتون به طول نیوز. نقش زنها را در روند سال از گذشته تا حال، یعنی بله، قبل از زمان حکومت وحدت ملی تا کنون چگونه ارزیابی میکنین؟ اولی که دامن افغانستان مثل باز بسیاری از ممالک دیگه که در حالت بحران هستن، اینا فکر میکنن که زنها باید در سر مسائل صلح اینا باید دست نداشته باشن. فکر میکنن که چون جنگ ها را مردها وردن، پس همین مردها باید در دور میز بشینن و اینا را فیصله کنن. در حالی که دامن دنیا وقتی که ما و شما گپ میزنیم در سر مسائل صلح، زنها مطلقا باید شامل باشن، به خاطر اینکه نقطه نظر آسیب پذیری با زنها و نموکش از جامعه هستن که زیادترین آسیب پذیر هستن در مواقع جنگ. و در این زمان در سر مسائل صلح اگر شما زنها را داخل مذاکرات نکنین، پس در حقیقت چی میشه که امو همه شمولی از بین میره. شما از نصف یک جامعه تانه امو خواسته هایش و ضروریاتش که در طول مدت مذاکرات و یا بعد از به وجود میه، این قطعا بد نظر نمیگیرین و خود از این به هیچ صورت یک صلح دوامدار به وجود نمیاد. ولی در زمان حکومت وحدت ملی حداقل حضور یک زن در شورای عالی صلح بنگر چی بوده میتونه؟ در شورای عالی صلح و زنها خود پیش از حکومت وحدت ملی هم وجود داشتن، حضور داشتن، متها بسیار اینا باعث نمونه بودن این زنها و یا شاید هم بازشان یک مقدار کارا کردن، به این هم جای شک نیست. اما بعد از زمان حکومت وحدت ملی امی حرکت یک مقدار چیتر شد. یا ما فکر کردیم مثل همه چیز دیگه فکر کردیم که راستی حکومت از این نقطه نظر یک تصمیم دیگه داره و میخواد که راستی زنها دامن موضوع راستی اینا حصه داشته باشن. اما ترامپ بود که میال حاضر به رهبری از امی شورای عالی صلح در جمله زنها یک 3 نفر زن هستند که امیر چی میکنن و باقی از اعضای شورای عالی صلح هستند و اعضای شورای عالی صلح هست که در ولایات وجود دارند. اما اینا امو چی برشان داده نمیشه؟ چی برتون بگیرم؟ چون که تمام از این موضوعات نمونه است. بله، اینا را میشنن در جای میگن که شما هستین، اما اندخته نظر از این که قدرت بر از اینا داده شوه، قدرت های فیصله برشان داده شوه، اینا را باز اینا نیستن در بین از حالا برخواسته است چی است؟ واقعا شما اشاره کردین که نیاز است تا زنان هم در این روند حضور داشته باشن. تا سازمان ملل هم بگونی میگه که هیچ گونه گفتگوی بدون حضور زنها پذیرفتنی نیست. بله، برش. بله. پس حکومت چرا این نقش سمبولی که تنها برای خانم‌ها داده؟ من نمی‌فهمم که چقدر از این راستی حکومت شاید دامنش رول داشته باشه و چقدر از این شاید هم یک حالت روحی عمومی مردم افغانستان است. و نه تنها مردم افغانستان، تنها شاید مردم افغانستان اگه بگویم بالکل صحیح نباشه، شاید امی مردمی که ما مقابل از اونا قرار گرفتیم، شاید اونا قبولیتاشون از زنها به هر صورت بسیار خراب است امی الازر و راستی ندارن امی قبولی را. به خاطر از اینکه در حقیقت یه جمله از امو یک موضوع کلتوری شده دامن افغانستان. ما یک مقدار چیزها را درباره زنها میگیم، مگر ما درباره زنها یک رقم دیگه فکر میکنیم. در نتیجه ما هیچ نتونستیم چی اعضای حکومت هستن، چی از مخالفین حکومت هستن، اینا نتونستن که بالاخره اینمی دو موضوع را با هم دیگر یک جای کنن و به این فیصله برسن که زن افغانستان یک اتبه افغانستان است، مثل مرد افغانستان از عین چیا مسئولیت ها و از عین چی برتون بگویم موضوعاتی که دامن از این مملکت است و هم استفاده یعنی باید کنه. اون چیزی که واقعا اظهار میکنن در عمل اون گونه نیست. حالا چگونه میشه دقل این دید تغییر کنه؟ فراموش هم نکنیم که یک دهه میشه بله، در امر حقوق زنان و سایر حقوقی که برمیگرده به زنان کار صورت میگیره. بله، تا پروژه بزرگ در افغانستان عملی میشه. ولی نتایجش از دید شما چی است؟ بله، مثلا اینا رقمی که این پروژه ها صورت میگیره، ببینید دامن افغانستان مثلا سر مسئله خشونت علیه زن ها، سر موضوع خشونت علیه زن ها دامن افغانستان یک بختار کار شده، دهی نیست که نشده. مسائل کنونسیونی های بین المللی است، مسائل موضوعات خود چی های حکومتی است. ولی امروز هم شاید خشونت در برابر زنان هستی. بله، بله، به تمام مانا. مگر این خشونت ها انوز هم اینا استاد نمیشن و اینا بعض وقتا زیادتر هم میشن و یا زیادتر معلوم میشن برای زی که آلی امو امکانات از که میدیا خبر شده به صورت پرویز رسانه ها و خود از این زن ها برسانن خود به یک جای داستان خود زیادتر است.
اما در این زمان ببینید که حکومت چی میکنه. اینان شما وقتی که دمیتر یک مسئله را دارین که زنها به خشونت قرار گرفتن و دفعه اول دامن افغانستان قوانینی وجود داره که اینمی خشونت ها را این یک جرم دانسته پنداشته و این میخواه جزا بده. ایناله قوای قضایی افغانستان خب باید در این مسئله خب جدی باشه. اگر اون نشان بده که این موضوع برش اصلا مهم نیست و هیچ سر از این چرت خود خراب نمیکنه، باید باز ما چطور انتظار داشته باشیم که در مورد رسیدگی به پرونده خشونت علیه زنان آنچه هم که شما گفتین انتقادهای بسیار زیاد وجود داره. حتی میگن که رسیدگی نشدن یا بگونیم توجه نشدن به کسانی که دست به خشونت میزنه و یا هم موجودیت فرهنگ مافیات یکی از دلایل افزایش خشونت در برابر زنان شده. پس این گونه وقتی که در مرجعی که باید رسیدگی صورت بگیره رسیدگی نشه، پس سرنوشت زنان افغانستان و وضعیتشان به کجا خواهد رفت؟ این از این بخاطر است که وقتی که اینطور مسائل پرس کنیم ملل متحد و یا این سازمان های بین المللی اینا میشن استاد میشن مقابل حکومت افغانستان و میگن که شما دینی اثر کم آمدین و نکدین و وظایفتان بر رقمی که لازم است. این برای ما زن ها یک جای خوشی است به خاطر از اینکه هر چی که نباشه باز یک دنیای دیگه این موضوع رو میبینه که باز حداقل اونا میفهمن که میتونن اگر امکانات از این داشته باشه که سر از این حکومت یک مقدار فشار آورده شوه که گفتارتان خب بسیار آلا بسیار میگین اندخته نظر گپ خب بسیار قابل استین زبانتان بسیار روان است، مگر در ایسی عمل که میرسه آیا شما راستی امو کارهایی را که باعث جلوگیری از این مسائل شوه و این موضوعات راستی به طرف یک رای حل بکشانه آیا میکنین یا نمیکنین؟ فکر میکنین که حداقل این فشارا که به گفته شما برای حکومت افغانستان وارد میشه میتونه تاثیر هم داشته باشه بالای حکومت مثل حکومت وحدت ملی؟ امیدواری مادم است به خاطر از اینکه ما شبکه زنان افغان به طور مثال یا ما زنهای افغانستان وقتی که ما مسائل دادخواهی شروع کردیم یکی از چیزایی را که ما از دنیا خواهش کردیم اینمی بود که باز مسائل پول را که شما برای موضوعات انکشافی دامن افغانستان میتین اگر او را به پروگرام های میتین که زنها دامن از او حسن نداشته باشن پس امیر نتین برای از اینکه باز هم اونمو قسم میشه که نصف از جامعه اصلا از او استفاده نمیکنه و ما شما دامن روان استیم یک کار کده رو استیم که یک جامعه را راستی نصف فلج ساختیم و امروی نصف فلج ازی ما برش هر چیز میکنیم و پول هم میتیم و ترتیبات هم میکنیم مگر نصف وجود فلج ازی آدم یک آدم نصف هست دیگه او خو نمیتونه تمام کار بکنه. ما تمام از این کارها رو کردیم مگر در این زمان باز هم یک راه های پیدا میشه که باز حکومت نکنه میره. مثلا به طور مثال از نقطه نظر سیکیوریتی در ایسه امنیت در ایسه دنیا بسیار یک پول گذافه در دفاع و بر وزارت داخله مخصوصا سر مسئله زنها داده که این زنها باید از نقطه نظر سوی چیشان دانششان باید اتقا پیدا کنه اینا باید چای درست داشته باشن گزارش های وجود داشت که دقیقا در نهادهای امنیتی هم این زنان مسئولیت نداشتن. حالا پرسش این است که چرا یک کار اساسی و بنیادی در این مدت زمان طولانی با همه کمک‌های فراوان صورت نگرفته؟ به خاطر از اینکه این سوال سوال عمومی است که با کمال معذرت در شب و روز مدارم امیر از خود میکنه و یقین دارم ما تنانی بلکه ملت افغانستان هم این سوال میکنه. میخواهیم ما امیر از حکومت خود بشنویم که چی گپ است، این چی است که شما دارین میکنین که ما ملت هم مردم افغانستان اصلا شما به حساب نمیگیرین. ما چی باید بکنیم، چقدر باید چیغ بزنیم، چقدر باید شما رو متوجه بسازیم، چند دفعه باید تکرار بکنیم تا شما بفهمین که اوضاع از این مملکت داره به یک طرف روان است که بسیار یک طرف خوب نیست و اینمی وقت است که شما راستی همو چیز را که وعده کرده بودین برای این ملت پشت سر از مستاج مثل مسائل انتخابات مثل که حکومت وحدت ملی در مورد خانما انجام داد. این چی میگن واقعا دادن چندین وزارتخانه، معینیت، سفارتخانه اینا بگوییم از وعده های حکومت بود که عملی شد؟ بله اینا خو یک مقدار عملی شدن مگر انوس هم اینا فرض کنیم ببینیم این می ثانیه اگر از ما بین وزارت خانه شما یکی از این وزیرها اگر اینا کار نکنن و براین و یا پس شون و یا رئیس جمهور نخواهیشانه شما فکر میکنین که بجای از اینا باز یک خانم دیگه میه به هیچ صورت وقتی که نمینا از این چی پس شدن با جای از اینا یک مرد پر میکنه
چرا؟ به خاطر از اینکه اینمی تغییرات، اینمی تشکیلات دامن از مملکت نهادی نیست. یعنی میگن که همه کارهایی که در این عرصه صورت میگیره بگونی هم مقطعی است و برای مطلق خاموش ساختن صدای زن است. صدای زن است و برای خاموش ساختن نه تنها صدای زن ها، بلکه به خاموش ساختن دنیای بین‌المللی که اونا متوجه هستن. اونا متصل امرای چارچشم، امرای دروب زربین و دوربین و هر چی که میگین، اینا این مسئله رو دارن مطالعه کرده میرن. به خاطر از اینکه برای دنیای بین‌الملل هم پیشرفت زنای افغانستان دستاوردهای از اینا از جمله قسمت‌های برنده بازی از امی کمک‌های از ایناست و اینا نمیخواین که برای مردم خود اتو نشان بتن که با وجود از اینکه ما پیسش شما کسایی که تکس دامنه میدادین و ما پولتان گرفتیم برای آباد کردن ممالک دیگه، مگر ما هیچ چیز نداریم که نشان بتن. حالا با توجه به وضعیتی که به وجود آمده راه حل در چی است؟ حداقل کار بنیادی چگونه میشه انجام شود؟ چگونه میشه اراده سران حکومت در مورد کار کردن برای خانمان تغییر کنه؟ حکومت باید بالاخره به یک فیصله برسه که اینا بشینن و راستی یک تعهد به حد و اندازه چی براتون بگویم، یعنی جدی اینا بکنن با هم دیگر خود و مقابل ملت افغانستان که اقلا امی چیزهایی را که ما برای شما وعده کرده بودیم و زمان انتخابات که از او 2 سال تیر میشه و ما بسیاری از این اصلا نتونستیم که بپا کنیم، این امینا را اقلا برای شما به تیم میاله و هر تغییری را که اینا دامن افغانستان میارن اینا تغییرات نباشه که مقطعی باشه، کوشش کنن که اون تغییرات برای اینکه ما قرار کشندیم رئیس جمهور افغانستان به حد و اندازه عقیده به این داره که انستیتوشن های افغانستان اینا را به سر پایش استاد کنه. اعتماد دارن که این کار اصلا نکمت میکنه یا خیر؟ والا ایره ما براتون واضح میگم، اگر سران حکومت افغانستان اینمی کار نکنن باز من دیگه اونوشو فکر کردن نمیتارم که اینو اگر نکنن با چی رقم. سپاس گزارستم خانم سراج از حضور شما در بحث. سپاس.